آقا سلام، بچه چطور این روز اومدیم با یه ویدیو خیلی خفن. ویدیو حالا من نیست که بشینیم نمره 20 حالا امیره و امروز اومدیم نمیدونم واقعا نمیدونم چیکار میکنم. یه ساعت خوش نهنه تو بود اینقدر در مورد زیاده اصلا فعلا که همین یه دقیقه پیششم چک میکردیم که تو خیلی بیشتر بود. بله منم چهار تا کانال داشتم مجبور من که تا ده تا زیر قسطم. دستی معرفی کردی ماشین تو؟ نه نگفتی ماشین؟ نه آقای ما من این ماشین رو نگو دیگه لو میده خیلی خفنه. واقعا ببین خیلی رفتم من فکر نمی‌کردم اینجوری تیپ بزنی دیگه همچین ماشینی هم بخری. اون پیشرفت این بلاتو بیوراس واقعا لاتو بیوراس واقعا بمب نوکرتم. بعد واقعا الان باعث زیر قیستم واقعا. من این ماشین رو توی ویدیو کامل میام توضیح میدم، یعنی نشون میدم. یه سابسکرایب کافی نیست، توی دیسکریپشن علامت تعجب دونیتو گذاشتیم، حتما حتما لینک دونه. آقا امروز اومدیم من نمیدونم قرار به چی ریاکت کنیم. امروز این گفته بود که همون یکی دیگه است باید دیدم بده پروموت خیلی بهت پول داده پروموتش کنی نه چون هر چی میشه دیگه امیر حسین هم کاتی کنم ولی هر چی دارم میپرسم به چی ریاکت کنیم نمیگه. واقعا نمیدونم واقعا نمیدونم. امروز قرار علی پیشرو رو ببریم به فضای مجازی ببریم و نظرش رو سه چیزو ببینیم چی و این داستانا. برو بریم این پست رو کن. نوشته من حدود 7 ماه بعد از به دنیا آمدن دخترم همسرم رو به خاطر سرطان ریه از دست دادم و الان که دخترم اولیویا 4 سالشه. نکنه این عکسو گرفتم ببین خانومش از دست داده این دختر. می‌خواستم کاری کنم که اولیویا حس نزدیکی بیشتر مامانش داشته باشه، واسه همین تصمیم گرفتم که عکسای عروسیمونو به اولیویا دوباره بازسازی کنم. تو بچه بعد این عکسا رو بزرگش ببینه چی میشه به نظرت؟ نابود میشه؟ نه نابود که خوشحال میشه به نظرم. خوشحال ناراحتی که داره ولی خب خیلی زیاد میشه. احساساتی شدی؟ جدی زرمور جدی زرمور مورم بریم زرم مورو تا عوض کنم. پست بعدی فرشتی یه جا اومده بودیم واسه خرید خونه که خونه رو ببینیم. وان همون بغل وان همون بخاری بقیه کار گذاشته بود. از اینا با کرسی استفاده می‌کرد. بغل وان همون یعنی دیگه صحنه مرگبارتر از این دیگه نداریم. دیگه آب بخوره به اون تمومه. می‌سوزه دیگه. هم یارو هم بود. نمی‌شه خونه که رفته بودیم واسه اجاره ببینیمش. اینطوری بود که طرف اومده بود رو تراس خونه یه دونه حموم درست کرده. چرا؟ من دوست دارم. در اوج مسخره بودن من خدایی دارم حال میکنم. سرجی تو سرما میتونی بریم اونجا؟ یه آب گرم ناموسی اینجوری بگیری یه پاچه رو سینه. از اون آب گرم ناموسی یه دقیقه قد کنی همون یه تیکه میخوام بری تو خونه. اونجا فریز میشی تو. ولی کاش شیشه ای بود. آره شیشه ای خیلی قوام. الان انگار مثلا تو حموم فین کاشانی. دقیقاً انگار مثلا چیز می سلبه ساحل میری میزنی آب دقیقاً راست میگی دکتر میزنی. بریم بعدی. گفتم ما یه خونه جدید دستو کشی کردیم بعد یه دونه از درهای خونه اینطور دستگیراش میخوره به هم بسته نمیشه پاپ. به نظرت اگه معمارش یکی از بچهای کامیونیتی بود کی بود؟ این عزیزیاک اینجا رو بچه دارم میبینم. بوده چراغای خونه ای که اومده بودیم واسه خرید ببینیم اینجوری بوده. خوبه که من که اوکی هم. من خیلی اوکی همه چی. ما واقعا یه سوئیت گرفته بودیم دقیقا همین شکلی بود. پر بودا. بچه‌ها اگه مشکل پیدا کردید تو کامنت‌ها. یه ستونای خونه اینجا بود. ستونه گنگ. به اینا ستون گنگ. به این ستونا به ستون گنگ. ستون گنگ. چرا تو میتونه تو همچین شرایطی دووم؟ تنها ستونی که خونه رو نگهش. بله بله. بچه خونه ای که امروز نشونمون دادن چرا انقدر لاغره؟ چقدر خوشگله. بچه‌ها من عاشق این خونه‌ام. من عاشق این خونه‌ام. راهرو خوب. من عاشق خونه نیست درو بکنی همه چی اینجوریه. ببین تو یه خونه بزرگ داشته باشی یه خونه کوچیک هم داشته باشی هر چی دلت میخواد بری توش هر مثلا واقعا خیلی حال میده. عاشق هم هر کی بره تو شیا کنه مثلا خانم ببری آقا ببری واقعا بعد آموزی داره ویدیو من. بریم سراغ پست بعد. یه خونه اومدیم دیدیم کل دره خونه دو تا دستگیری داره. What the fuck آمریکا اینطوریه دابل قفل میشه اینجوری میدونم. آره خب نه اصولا اینو تبر بزنه همش باز میشه. چرا این نگاه جنایاته تو خیلی دوست داشتم فیلم شاهین اینم که چی دیگه پوکر فیس خونه رو این استواره ستون گنگ بعدی سقف گنگ. بریم واسه یه پوستر از جذاب‌تر. بریم آماده ایداش علی تو الان لذت بودی با ما همراه بودی با زاوی فکر من بریم پوستر. من یه عروس هلندی دارم که عاشق این نخونی من فقط اینجا راوی منم تو هیچ گوهی نیست ببخش من میام تو ویدیو تو من هیچ گوهی نیستم. یه من یه عروس هلندی دارم که عاشقشم و مامانم واسه تولدم عروسک عروس هلندی ما اینجوری برام بافته. عروسک من فکرم لباس تنشه. این لباسیه که مامان بزرگم برام بافته و من قراره تو مراسم عروسیم بپوشمش. شبیه رومیزیه چیزه زمان دهش هست اصلا صبونه میخوری همین دارم. میگه این واقعی نیست اینو دوست صمیمی برام درست کرده به نظرم فوق العاده است. واقعا فوق العاده است. با چی درست کرده؟ خب بافته بکنم. آره بافته پشمام. آره بافته پاشنه کن بافته.
دمش گرم بود. باشه یکم واسه من چیزی نمیدونی دختری چی درست کنه واسه یه چیزی مثلا واسه ما درست چی خوب من گرگ دوست دارم چیزی گرگ اینقدر درست کرده 3 سال گرگ میشه اینقدی هم درست گرگ اینقدی میخوای؟ آره حتما دخترم بر برست بپرد دقیقا این یه تاجر گله که مامان بزرگم خودش مثلا با آتش درستش کرده چقدر مردم هنرمندن من مامان بزرگم فرش به ما داده یه فرش بزرگ منم میکنه یعنی پیش نروست خب من خفن ترم نیستی دیگه اینجا حاصل ترش یک ساله همسرم هم شد این رو تختی جذاب یک سال مامان بزرگ من یه رو تختی هم اتفاقا همین جاری داده پیج نداره فالو کنه تازه یه تابلو بیاد اگه پیج چیزی داره بگو فالو کنه نه متاسفانه فوت شدن خدا رحمت کنه عجیب داری تبلیغ میکنی خب نه واقعا کارش خیلی بچه مامان من واسه تولد 6 سالگی دخترم کل پرنسس های دیزنی رو اینجوری براش بافته اینو دیگه من نداشتم اینقدر هنرمندم مردم جدی دمش این حدی تولد که مامان بزرگم بهم داده که خودش واسه هم بافتتش شبیه هم قشنگ این قشنگه این مثل مثلا دختره روستایی هستن خیلی باحال قشنگ میشه چرا خوش گیده چی شد؟ به چی داشتی نگاه میکردی؟ طبیعت مطمئنی؟ آسمون چه آسمون آبی داره آمد آسمونش کجاست میشه با انگوش بنشون بدیم؟ بله اونم تو جز آسمون باشه چیزای آسمونی هدیه های آسمونی کتابش بود تو مدرسه همون هست حالتا حضرش کردن نامده فهمیدم برون باله چیم پست بعدی آماده ای؟ ببین خیلی پست ولی خدای من اول به اون دقت نکرد من دقت به چی؟ اون چیم؟ پست بعدی آماده ای؟ بشلی آماده ای؟ برو بریم برو داداش این تبلیغ هیچ حالا شده مثلا خیابونی جایی دو نفر ببینی این هم ولی هیچ ربطی به هم نداره شبیه هم هم؟ این هم یه لباسشون یه استایلشون ولی هیچ ربطی هم نداره نه دو قلو نه فامیل نه هیچی نمیدونم شاید شده باشه ولی خیلی یادم نیم حالا اینجا رو ولی آدم نیم که فشش رو بزنیم خودت آماده کن چون قرار خودت بریزی پشمات بمونه نه دیروز تو قطار بودم عجیب و دو تا خانم روبروم بودن دقیقاً کپیه هم بابا خب اینا خواهرن ولی نه همدیگه رو میشناختن نه نسبتی با هم داشتن برگام ریخته بود میگی شاید هم یه دونه شانسی بود ببین نه خب باش صدقه ما آدم همزاد داریم ولی این که دقیقاً تو یه جا تو یه مکان تو یه زمان و اینقدر شبیه هم آفرین نکته همینه پست استاد بعدی ناکن چه جوری این فیلم افتاد میگه راننده اوبر من ورژن لاغرتر خوش‌شیپ‌تر و الان سیبیل دار خودم بود خب سوار اسنپ شی همچین چیزی ولی لباسشون چرا شبیه همه آج این داره مشکوک نی؟ نکته عجیب همینه داشت من میگم فیکه داشت نمیشه چرا این اوکی. ذهن سناریو پرور خودتو داری؟ واقعیه اصلا اوکی شبیه. بعدی میگه من اینجا دوست پسرم عکس گرفتم او. بعد که رفتیم عکس نایش هم دیم تو بکگراند عکس یه نفر هست تو بکگراند عکس یه نفر هست که قشنگ کپی دوست پسر من اینا فیک خار مادره چرا دقیقا همین لباس چرا باید فیک باشه چرا اون دقیقا باید کلو و همون عینکی که این داره بپوشه همین عجیبه چرای ما همینه چرا فیک بابا من قبولم چقدر بابا شما همین ذهن ببین هر چیزی باشه راننده تاکسی تو رو همش کار آمریکاست یه چیزی تو دنیا غیر ممکن نی آفری پس این ولی این فیک پست بعدیشی این دوتا خانم هیچ نسبتی با هم نداشتن چرا یعنی با کت همون تنش بشه کیفش همون رنگی باشه سوال ما هم همینه دیگه ما میگیم چقدر عجیب واقعا عجیب جدی واقعا من که میگم فیک هست من همشون فیک هم. یه مش آدم فیک دوره هم دیگه میگه ما هیچ نسبتی با هم دیگه نداریم حتی دوستم نیست ما هم دیگه رو اتفاقی توی یه کنسرت بده کردیم و برگای جفتمون ریخت حتی لباسامون هم شکل هم این هم فیکه نمیدونم خیلی عجیبه دیگه چقدر بی اعتماد شدی یعنی این هم میشه بدل کلاس ما این هم فیکه که دیگه واقعا تو بود تو مسجد هم بری از این چیزا زیاد میبینی تو مسجد کجا بی حجاب میبینی چچل دوستان تو قبل اینکه بونی بره اون دوستان ها بریم سراغ پست بعدی یه بچه دوربین ترافیکی جاده برانسویک لندن یه مدت تبدیل شده به معروف ترین ترافیکی دنیا واسه اینکه این مرغ دریایی هر روز صبح پا میشه میاد میشه جلوی دوربین و زل میزنه بهش نوک میز تازه خیلی وقت دوستاش هم به خودش میاد دو تا اینجوری عکس هم گرفت ولی با همه اینا مسئولین ترافیک لندن ازش خوششون میاد به هر روز منتظر دیدنش هستن حتی با اینکه خیلی وقت جلو دیدی دوربینو میگیره اگه ایران بود با شاتگان میزدن از تو دوربینه اصلی میذاشتن توپ میزدن اونجا ولی خدایی واسه این عکس شبیه این چیه کی این عکسو که با هم دیگه پست میذارن تو اینستاگرام میذارن منو داراشم دو تا مردادی قدیمی آره. جلو برج آزادی عکس میگیرن دقیقه همونه میرم مشهد وای میسن اینطور جلو منو داراشم حرم آقا امام رضا و اینطوری هم شبیه استل عکس توه هستم گوشه نگو من چاقی ولی وای نسدم یه شبیه سرکان وایسیم جفتم
میگه دوست پسر من بعد از یه مدت خیلی طولانی بالاخره تصمیم گرفت موهاشو کوتاه کنه و ریشش رو بزنه و بعد اینکه این سلفی رو واسم فرستاد فک من افتاد. چرا ما مردا اینقدر عوض میشیم بعد اینکه ریشو بشه؟ آره واقعا ریش خیلی تاثیر داره، یعنی واقعا تاثیر داره. چیکار نکن؟ من ویدیوشو زیاد دیدم. چپی عضوی از داعش، راستی عضوی از تیم مثلا نجیب. شبیه چیه؟ تاماردی چپیه. حالا راستی. حالا نفر بعدی او دختر بوده پسر شده. تغییر جنسیت داده. مردم همه جوره دافن. چپی دافه، راستی دافه. ما حالا ما اینا به خودشون میرسن، مثل ما نیستن که. این چی؟ این چپی تو جنگل بوده، کجا خوش رسیده؟ شما نتیجه کارو ببینید. خب دیگه بابا ژنشون خوبه، ما ایرانی ها ژنمون خوبه، اینا هم ژنشون خوبه. من چرا گفتی خوبه؟ بعد گفتی بعدم احساس کردم بعدش ایرانی ها کنم و پاره میکنم. نفر بعدی بگی فرق نکردم همون خوده این چی به خودش فکر کرده؟ مثلا موبایل چیزی هست بجی من هم شما بتونم این شخصی فهم. یا علی این فرق، این خیلی فرق کرد. چرا مو داشتی؟ این خیلی بهتر شده. چرا بهتر شد؟ واقعا خیلی بهتر. این وقت اصلا شبیه عملی ها. آره پشمان اوجی اصلا پایین کی شده بچه دبستانی؟ اونجا که عینک داشته ریشم داشته خوب بوده. آره اونجا خوب بوده، بعد اومده پایین شده مثلا دوم دبیرستان دیگه اونجا شده نرد. پست آخر پست بسیار مهمی داشت علی، نوشته گربه ها از پشت شیشه ها این مدلی این شکلی میشن. پشت شیشه های اینجوری هست مربع. این خون اتاق خون مامبزایی هم شیشه شد اینطوری چیز تو مایه ماین که رفت دیگه سانتور شدن نود دادن چشش گونده شده. این بالا راستی خیلی خوبه، خیلی عجبیه. اینجا خوبه ما قدیم در خونمون اینجوری بود پشمام میام قدیم هم در آره آجی چقدر واقعا زمونه عوض شد. یه پوسیه نشد بدم بدنش حال چهی تا هشتقه پر نشد نه. یه شوهر من نونو اینطوری باز میکنه، من یه تایم اینطوری باز کنم بابا سرشو خیلی صف میبندم اودایی انگاه بابا سرشو پلاستیک داره اینجوری وا میکنی. نه خیلی ساده است. نه بعضی تو مو نون توس خیلی ساده است. بچه بودم گاوی هستی. کمک کنم از ظرفا رو بشین تو ظرفشویی. بعد اون ظرفا رو اینجوری چیده. خب مگه همینجوری نمیچینن؟ نه بعد دقیقاً صاف بذاری. نکن قفسه داره. بعد صاف ما داریم. صاف صاف میذاری؟ همین می‌خواستم بفهمم. از لیوانم بعد از ماشین ظرفشویی داری. آره. دوستان عزیز علامت تعجب سابسکرایب بود دونات اینا رفتن. اگه فقط بعضی مالتون خوبه. ماشین ظرفشویی من هنوز تو این استودیو دارم با دستکش ظرف میشورم. توی ماشین دفشی آره همه چی قسطی برو بابا به ما چه قسطه میدن؟ چرا به ما وام نمیدن؟ شاید بعد از بودید با بانک. این میز کامپیوتر دوست پسر منه. خوبه که اینجا اینجا رو نکید اینجا مار نکیده جوری که شوهر من کرره میداد یه آجی واقعا این کار کسافت کنی. نه این کسا من وکی دارو میدادم گوه میگیره منم اصلا منهدمش باکتری میگیره اصلا. ببین تونه ماهی رو تونه ماهی رو باکتری داره یخچال درسته سر. ببین یه سری باکتری ها تو سرما روش میکنن تو گرما هم روش میکنن دلیلیم شرط شرط سرط بشه از بین بره این اطلاعات از کجا میاری؟ چجوری اینا میدونی؟ هر این کس که نداند که نداند که نداند در تا آلوده همون کسخل بماند. این شعر از حافظ بود. حافظ بود؟ میشه بشه اشاره ایرج میرزا بود. خب من جدی دارم میگم باکتری میگیره. بو میگیره. اصلا بو میکنه. مزه گوه میگیره. اون که میکنه. میدونی چرا؟ مزه گوه. شوهر من شکر رو. میخوام فوزی علمی بدم. بعد به جای اینکه توجه کنم شکر اینجا من بهش ببخشید. خیلی خلاق بوده. دیازی دوستشم. من بودم. من دوست هم شوهری بشم. آ میخوای جمع نکنی. یه سوال. میدونم ببخشید. بابا چی یه سوال. آب ریخت رو زمین چی میخوای ساری رو که دیگه نمیتونی. بعد میشه نوشابه بدی. نه دست ما کاغذی می نزم روش با دست ما نمی نزم ساری به فکر خوب حالا بریزم ساری و نزم آمول بعد می نزم گو خورم شو بیاد کنی با من اسلاید بعدی میشه شوهر من عادت داره بره ریشش رو بزنه و دستشوی این شکلی بره کنه بیاد بیرون واقعا حیوانش کنه واقعا درستش هم همینه دیگه من اینجوری نمید درش حیوان بازیه من خودم میرم میزنم اصلا خور میشونم اونجا سیسته همه رو تحری میشونم خب چون شما هستید ما اینجوری ول میکنیم شما تمیز کنید دیگه مگه همیشه غیر از ما نه نوکر ما نیستید شما اعصابتون خرد میشه ما اعصابم خرد نمیشه خب اصلا شما چون اعصابتون خرد میشه شما تمیز میکنید تو الان ریشه من بیفته اونجا حالت من بی توجهی میکنم ولی چون تو اعصابت خرد میشه خود تمیز میکنی من الان با کفشم تو توالتتون ببینم بی توجهی میکنی این بده اسلاید آخر یه شوهر من خیلی وقتی که داره بستنه میخوره بعد میخواد بره دستشویی بستنشو این شکلی میذاره رو کانتر آش پس ما میره این خیلی بی‌ناموسیه
اصلا اصلا کدوم گوسفند اینطوری میذاره؟ خب کدوم گوساله ای؟ اصلا خب آخه مادر آلوده میشه. ها آلوده میشه باکتری داشتم میگفتم. اون باکتری تو این دما چی میشه داشتی؟ تو این دما که اصلا پارتی میگیرن. لایک کامنت سابسکرایب بکن نه تا دور دیگه بریم. مرسی.